بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان محترم خصوصا متعلمین عزیزی که ما را از طریق پرده های تلویزیون خود تماشا میکنن. در خدمت شما عزیزا قرار دارم با ششمین درس از کیمیای صنف هفتم امروز ما و شما در مورد تبخیر و تراکم میخوانیم دو تا عملیه که در ادامه درس خواد دیدیم که اینا چه معناهای میتن خب میاییم اولین موضوع در قسمت تبخیر تبخیر عبارت از تبدیل مایعات به گازات می باشد این تعریف بسیار ساده است تبدیل مایع به گاز این میگیم تبخیر یا بخار شدن بخار شدن این را پیشتون حتما یادداشت داشته باشین دومین موضوع مایعات زمانی تبخیر می کنند که فشار داخلی یعنی فشار بخار فشار داخلی نام دیگهش فشار بخار است فشار داخلیشان بیشتر از فشار هوا یا یعنی فشار اتمسفیر گردد خب میخوایم این موضوع کمی بیشتر برای شما توضیح بدیم که چه معنا میده خب دقت کنین در اینجا ما و شما وقتی یک دانه مایع داشته باشیم یک ظرف است در دا داخل از این یک مقدار آب داریم خب یه هایی هست که در اینجا وجود داره مالیکول هایی که در سطح مایعات قرار دارن علاقمند هستن که از سطح مایع جدا شوند خوش دارن سمت بینظمی برن یعنی در طبیعت این قسم است مواد میخواه سمت بینظمی بره حال این مالیکول ها میخواین حرکت کنن از اینجا جدا شوند برن اما مانع سر رای از یا زیاد است کدام مانع ها وجود داره اولین مانع خود قوه جاذبه است که بین ذرات داخلی به وجود میاد این ذرات اینا را به سمت خود چی میکنه جذب میکنه کش میکنه ایشان نمیمانه که فرار کنن دومین مانع یک سر از یا قرار داره مولکول های هوا هست مولکول های هوا هم در اینجا وجود داره و این مولکول های هوا هم بالای اینا چی وارد میکنه؟ فشار وارد میکنه بنابراین یا نمیتونن که براحتی جدا شوند خب چی زمان میتونه یک مالیکول از اینجا جدا شود؟ زمانی میتونه جدا شوه که فشارش همو قدر زیاد شوه که بتونه خود را از این قوه جاذبه هم آزاد کنه و سر فشار هوا هم فشار بیشتری داشته باشه که بتونه از اینجا فرار کنه حالا فشاری که در داخل به وجود می آید میگن فشار داخلی یا فشار بخار فشاری که از طریق هوا وارد میشه ایره میگن فشار هوا یا فشار اتمسفیر فشار هوا رو به حرف پی نشان میتن فشار بخار رو به حرف پی زبر سه تا حالت وجود داره یا پی با پی زبر مساویست یا پی کلانتر از پی زبر است یا پی کوچکتر از پی زبر میشه در سه حاله سه امکان وجود داره سعی کنین اگر پی مساوی باشه به با پی زبر یعنی هر دو فشار با هم دیگه مساوی شوه هم داخل هم خارج وقتی هر دو فشار با هم مساوی میشه این می وقتی است که مایعات شروع میکنه به جوش خوردن اینجا جوش می آیند مایعات مایعات جوش می آیند این شرایط است که مایع به جوش خوردن شروع میکنه شما زمانی که آب را میگیرین سر گاز میمانین یا در سماوار مندازین وقتی اون بالاخره گرمی داده نشه آستا آستا, آستا, آستا آستا می بینین میبینین که این مولکول های آب حرکت کرده میره حرکت کرده میره شما در نظرتون می که او سر خود ملاق زده میره شور خورده میره تا زمانی که دیگه بالاخره به با جوش میرسه یقینا مولیکول ها در حال حرکت است ما وقتی حرارت زیاد می‌سازیم، ای این حرکت زیادتر میشه حرکت که زیادتر شد برخوردها ها زیاد میشه تصادمات بین مالیکول ها تصادمات که زیاد شد فشار بالا میره چون همی که برخورد میکنه قوه وارد میشه بالای یک سطح خود فشار قوه بالای یک سطح هست شما مولکول با دیگه مولیکول تصادم میکنه فشار وارد میشه و مولکول‌ها که زیاد برخورد میکنه فشار زیاد میشه زمانی که این پی زبر یعنی فشار داخلی مسایب به فشار خارجی شد آب به جوش خوردن شروع میکنه اما زمانی که زمانی که برسه که پی زبر ما و شما کلانتر از پی شوه فشار داخلی ما بیشتر از فشار خارجی شود دقت کنین فشار که در داخل وجود داره بیشتر از فشار خارج شوه حالا دینی اسناس که دیگه باز مالیکول چی میکنه تبخیر می کند پس هر وقت که فشار داخلی بیشتر از فشار خارجی شد مولکول تبخیر می کند دیگه او اصلا زورش هم زیاد شده که از فشار هوا می تانه فرار کنه از فشار از قوه جاذبه داخلی خود را می تانه آزاد بسازه و تا زمانی که این فشار زیاد نشه مولکول نمیتونه تبخیر شود و یک حالت دیگه هم گفتم که امکانش میره که مثال خب پی کلانتر از پی زبر باشه در اینجا کدام حالت رخ نمیده اینجا حالتی رخ نمیده یعنی حالت معمولی همی قسمی که شما فرض کو در گلاس یک مقدار آب انداخته حالت معمولی از دیگه فشار داخلیش کمتر از فشار بیرونی میشه پس سه حالت را ما و شما در اینجا آمدیم مطالعه کردیم تبخیر زمان امکان پذیر میشه که فشار داخلی بیشتر از فشار خارجی شود و یک گپ از از ذهنتان بیرون کنین که هیچ وقت ما به خاطر از اینکه یک ماده تبخیر بتیم نیاز نیست که جوش بتیم اتمن قبل از جوش هم بعضی مولکول ها فشارش زیاد میشه شما وقتی حرارت میتین در ایقت سرعت تبخیر بالا میبرین در غیر از اون من مثال میزنم شما لباس هایتان را میشوین میرین در روی تناب در زمستان اگر باشه در یک جای سایه هم اگر باشه حوار میکنین شه خب این لباس خود به خود خشک میشه دیگه یعنی در حقیقت آب لباس تبخیر کرده رفته بدون از اینکه شما اوره جوش داده باشین اما اگر همین لباس را شما در آفتاب پهن میکردین هوار میکردین زودتر خشک میشد پس یک سلسله عوامل باعث میشه که سرعت تبخیر بالا بره مثلا یک وقت شما لباستان شستین نشستین بسیار ضرورت دارین دفتن میخوای خوش که باد میتنشه شور این باد دادن باعث میشه زودتر خشک شود حرارت دادن باعث میشه زودتر خشک شود شما لباس میشوین اگر هموارش کنین خوب صحیح زود خشک میشه اگر مو رقم که آبش شبلی دین سر تناب بندازی و قسمی معلوم داره که در دا یک افتام خشک نمیشه پس باید داشته باشین تبخیر تبدیل شدن مایعات به بخار است و این نکته را فراموش نکنین در این نکته هم در اینجا برای شما آمدیم امی دوباره گفتیم که تبخیر در هر شرایط صورت میگیرد. یعنی ضرورت نیست که حتما حرارت بسیار زیاد باشه نه خیلی اصلا وابسته به این نیست که حرارت ما و شما برش بتیم یا نتیم اما بازم می گم حرارت دادن سرعت تبخیر را بالا می بره چون مالیکول ها زودتر فشارشان بالاتر میه خب این بود در مورد تبخیر موضوع بعدی تراکم هست تبدیل شدن گازات را به مایعات تراکم میگویند ما پیشتر تبخیر چی گفتیم؟ تبخیر گفتیم تبدیل مایع به گاز اینجا میگیم تبدیل گاز به مایع این برعکس تبخیر است و در اینجا گفتیم تراکم برعکس تبخیر می باشد. تراکم زمان امکان پذیر میشه که وقت بخارها بسیار زیاد میشن بعد بالاخره وقتی که میرن بالا متراکم میشن فرض کنین در طول تابستان گاه گاهی شاید متوجه شده باشین که هوا گرم است بعد یک دفعه ابرها پدیدار میشن پیدا میشه در آسمان ابر اینا از کجا میاین اینا در نتیجه تراکم مولکول های آبی است که در اونجا رسیدن و متراکم شدن چون هوا گرم است از هر جایی که آب است از مثلا چشمه ها از کاریز از چای که سرش باز باشه از یک سطل آب که می رقم ماندگی است از بدن خود ما حتی آب تبخیر شده میره تبخیر شده میره و به به سمت بالا میره در قسمت بالای اتمسفر که میرسه هوا سردتر است یا پس متراکم میشن نزدیک میشن وقتی نزدیک شدن به حد اشبا خوب نزدیک شدن پس حالت مایر به خود میگیرن بازگاهگاهی به شکل باران وقتی بیش از حد مشبو میشن باران میبره. بنابراین تراکم برعکس تبخیر است و این را فراموش نکنید ما در اینجا یک مثالی از تبخیر و تراکم را برای شما آوردیم شاید متوجه شده باشین وقتی یک چای بر میگین چای جوش میگین وقتی سر منبع حرارتی باشه وقتی نزدیک جوش شدن میشه از لوله ازی بخارات بیرون میاید ای بخارات در حقیقت نشان دهنده تبخیر است که اینه تبخیر کرده اگر ما یک دانه یک ظرف را اینجا ای گرفته بالایش یک چند توت یخ را مانده وقتی حالا اگه یخ هم نمونیم حالت رخ میده خب باعث میشه که سرتر بسازه این بخارات وقتی میره به اینجا فرض کو یک دونه امی یک بشقاب است یک قاب نکلی فرق نمیکنه فلزی باشه یا شیشه ای باشه این بشقاب را اینجا گرفته وقتی بخارات قسمت بشقاب برخورد میکنه چون در اینجا توته یخ را ای سرد است ای دفتن سرد شده تبدیل به مایه میشه میای قطره قطره پس دوباره در اینجا جمع میشه این تبخیر شد و یام چی شد؟ تراکم پس ببین برعکس یکی دیگه خود است اینجا مایه به گاز تبدیل میشه به حالت گاز بعد اینجا گاز دوباره میای به حالت چی تبدیل میشه؟ مایه تبدیل میشه به خاطر که یک جسم متراکم شد سرد شد در این حال تراکم را نزدیک شدن هم میتونیم بگیم از لحاظ لغوی یعنی نزدیک شدن متراکم شدن یک دانه یک مثال دیگر هم در قسمت تبخیر و تراکم در محیط ما و شما اینجا آوردیم و با همی درس ما و شما هم ختم میشه مثالی از تبخیر و تراکم آب در محیط یک دریا هست گیاه ها هست عملیه تعرق از گیاه ها صورت میگیره تعرق یعنی امی که عرق میکنن عرق کردن از موباینشان آب کم کم از مو سراخک که در برق وجود داره بیرون میشه از بدن ما و شما ممی حالت رخ میده در فصل سرما و گرمایی حالت رخ میده اما در سرما ما نمیفهمیم مقدر چون بسیار کم در گرما عرق میکنیم بعضی وقتا ما و شما احساس میکنیم در گرمی بعدی میره به با بالا حالا از اینجا از سطح آب هم تبخیر صورت میگیره گرما دیگه او میره با بالا اینجا عملیه تراکم صورت میگیره و زمان کی دو دانه اینا متراکم شدن اما خیلی زیادم متراکم نیستن وقتی اینا پس میاین با همدگه یک جای میشن خب به حد اشباه میرسن ببین ابر تیر رنگ تشکیل شده ابر سیاه نشاندنده چی است؟ باران است باران میباره پس دوباره از اینجا چون به حد اشباه رسیده به صورت بارندگی آب دوباره به محیط میاید و ای در حقیقت چرخه یا دوران آب را نشان میده در محیط زیست ما و شما که اینمی عملی تبخیر و تراکم باعث زنده ماندن کره زمین شده باعث این شده که در جاهایی که مثلا آب وجود نداره اونجا باران میباره در از یک جای تبخیر میشه میره به یک جای دیگه مشبوع میشه میباره و این باعث میشه که رطوبت حفظ شود باعث میشه کشت و کار صورت بگیره و در کل باعث زنده ماندن کره زمین شده خب ای بود در مورد درس ما و شما که به خیر خلاص شد امیدوار هستم فهمیده باشین در مورد تبخیر و تراکم بود که برعکس یکی دیگه خود بود و تا جلسه بعدی که در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم همگیتان را به خداوند یکتا می سپارم خدا نگهدار